دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز. ادامه صبح زندگی و ما هم در بخش صدای شما هستیم. مهمان خیلی گرامی هم امروز شنبه در بخش صدای شما با ما هستند. مهمان گرامی ما جناب دکتر صاحب جاوید حجیر، سخنگوی معاونیت غذا و ادویه با ما هست. شما هموطنان عزیزم اگر مشکلات دارین و با مشکلاتی که مواجه هستین 070-111-4090 تماس بگیرین. جناب دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همکارا و تمام بیننده خوب برنامه. امیدوار هستم اوقات خوب و خوش و همچنان هفته خوب شروع آغاز کرده باشه. بخیر سلامت باشین. شما شنبه یا هفته را چگونه آغاز کردین؟ خوب است الحمدلله. سلام. اول هفته است طبعا با انرژی آدم می باشه. بدون شک اول هفته آدم انرژی بیشتر می داشته باشه نسبت به روزهای. هموطنان عزیز، بخش صدای شما هست. 070-111-4090 شماره تماس ما یا پل ارتباطی ما است. بخش صدای شما. شما هم اگر با مشکل مواجه هستین یا مشکلات را دیدین میتونین که تماس بگیرین و مهمان ما حتما پاسخگوی خوبی است. بین از دستاوردا بیشتر صحبت بکنیم. فابریکه که روز پنجشنبه هفته تا شد، فابریکه ادویه سازی، با کدام کیفیت، با کدام سطح و چند نوع ادویه را اینا اینجا در فابریکه خود پرداختن که بسازن و در خدمت هموطنا باشن؟ خب خوشبختانه از زمانی که فتح دوباره کابل شد و حاکمیت دوباره امارات اسلامی افغانستان حاکم شد برای افغانستان، در بخش حمایت از تولیدات داخلی، صنعت دوا و محصولات صحی توجه بسیار زیادی صورت گرفته که الحمدلله شاهد تغییرات بسیار زیادی هستیم در این بخش. و کارخانه هم که روز پنجشنبه افتتاح شد، کارخانه تولید دوا به نام لایف پیرل هستند که از جمله کارخانه بزرگ از دست افغانستان، حتی گفته میتونیم دست کشورهای همسایه ما از جمله کارخانه بی‌بدیل است. بی‌بدیل است. از جمله کارخانه هستند که معیاراتی با معیاراتی که کارخانه ساخته شده با تکنولوژی 2023 و 2022 ساخته شدن، یعنی از معیارات و از استانداردهای بسیار بلندی برخوردار است. تقریبا با سرمایه‌گذاری 20 میلیون دلار فعلا کارخانه جور شدن. فعلا ظرفیت ابتدایی تولیدشان 50 قلم است که انشالله در دو سه سال مشخص آینده است؟ بله، در دو سه سال آینده انشالله که ظرفیتشان به 150 قلم خواهد رسید. نه تنهایی کارخانه بلکه چند کارخانه ای که سال گذشته ما افتتاح کردیم و تقریبا 4 کارخانه دیگه که انشالله امسال یکی پشت دیگه افتتاح میشن، کارخانه هستند که یک تحول بزرگ را انشالله در صنعت دوا و محصولات در افغانستان ایجاد خواهد کردن. آیا روی بیماری های خاصی هم تولیدات ادویه دارن؟ در کل ادویه فقط ساخت ادویه دارن مثل سنه؟ بدون شک کارخانه های تولیدی دوا هستن، اینا چندین بخش می داشته باشن، مثلا بخش ریسرچ می داشته باشن، بخش کوالیتی کنترل می داشته باشن و خطای تولید می داشته باشن. یعنی یکی از اهداف اساسی کارخانه تولیدی دواک است، نه تنها در افغانستان بلکه در سطح جهان اصول همی رقم است که اینا باید یک ریسرچ سنتر یا هم یک بخش تحقیقاتی اینا باید داشته باشن. یعنی باید چیزی را بسازن که نیاز جامعه باشن و دواهای ساخته شون که جامعه واقعا به او دواهایش ضرورت داره. آیا کنترل کیفیت هم از آدرس شما نظارت میشه؟ یک اصول همی رقم است که هر کارخانه که اونا دوا تولید میکنن یک لابراتوار کوالیتی کنترل یا کنترل کیفیت اونا در چوکات خود کارخانه خود می داشته باشن. این هر سیک اونا نظر داشته معینیت شما یا بله از زیر نظر اداره دواخانه افغانستان میگذرن. اونجا باید اونا خودشان اول تثبیت کیفیت بکنن که چیزی را که اونا میخواین به بازار عرضه بکنن آیا از کیفیت از معیار خوب برخوردار است یا نیست. بعد از اینکه خودشان مطمئن شدن باز نمونه ها میه به لابراتوار مرکزی معینیت غذا و ادویه افغانستان که اینجا لابراتوارهای بزرگ با تجهیزات امکانات وسیع ما داریم که اینجا دوباره پس چک میشن و وقتی هم که ما هم مطمئن شدیم که معیاری که کارخانه ادعایش هم میکنن واقعا نمو معیارات و استانداردها در نظر گرفته شده، دوا مؤثر و مفید است، بعد از او باز ما اجازه به این میتیم که اینا بتانن دوا را به بازار پخش نشه. خیلی عالی. تولیدات داخلی در چی سطح است؟ چقدر مرفوع میکنن مشکلات مردم افغانستان؟ خب مثل که در اول من اشاره کردم بعد از حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان و زمانی هم که اداره ایجاد شد به نام اداره ملی غذا و ادویه افغانستان، حمایت کامل و همه جانبه از این بخش صورت گرفت.
تقریبا اگر مقایسه بکنیم یک تحول 180 درجه ای به وجود آمد. قسمی که اگر 3 سال پیش ما در نظر بگیریم، 3 سال پیش کارخانه تولید دوا و محصولات سیما تقریبا 56 کارخانه بود و او هم 50% به یک شکل یعنی به حالت سقوط روبرو بودن، چون دو وقت مافیایی که حاکم بود در بخش دوا و محصولاتی که نمیخواستن که صنعت دوایی در افغانستان رشد بکنه، افغانستان به پای خود بیسته، قصدن زمینه قسم مساعد شده بود که باید 80-90% دوا باید به شکل قاچاق داخل کشور شوند، کنترل کیفیت وجود نداشته باشند، به صنعت داخلی توجه صورت نگیره، تا اینکه اینجا یک گدودی باشند که افراد سودجویی که در او وقت کار میکردن اونا بتانن آب خود ساخته و خودشان ماهی بگیرن. لیکن بعد از حاکمیت دوباره جمهوری اسلامی افغانستان، زمانی هم که داره به نام اداره ملی غذا و ادوی افغانستان فعلا به نام معینیت غذا و ادوی وزارت صحت عامه حساب میشن، منایس یک اداره مستقل عرض اندام کرد. یگانه کوشش ما می بودن که باید افغانستان در بخش تولید دوا و محصولاتی باید به پای خود ایستاد شد، حمایت کامل از این بخش صورت گرفت که امروز الحمدلله تقریبا 104 کارخانه ما در بخش تولید دوا و محصولات صحی داریم. ظرفیت تولیدی که سابق تقریبا 220 قلم بود فعلا بالاتر از 650 قلم است و همچنان کارخانه‌ای که افرادی که اونا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بخش هستن روز به روز بیشتر شده میرن. تنها در 2 سال گذشته نزدیک به 18 کارخانه از معینیت ما جواز گرفتن. ما در گذشته کارخانه به نام اوخس داشتیم که بزرگترین ادویه سازی در افغانستان بود که او هم البته با خیلی کیفیت بالا از آدرس بینن آلمان سپورت میشد. نمیفهم در چی وضعیت است؟ آیا فعالیتش ادامه داره یا خیر؟ خب شرکت های دولتی بدون شک در 20 سال گذشته شرکت های وجود داشتن، همشان به یک شکل گوشه زده شده بودن که یک از او هم کارخانه تولیدی هوخست بود که تقریبا گفتم میتونیم فعلا در حالت فلج قرار داره. لیکن چطور نخواستین او را کمک بکنین؟ چرا کمک نکنین؟ خب او زیر اثر اداره دوا و غذا افغانستان کار نمیکرد، یک شرکت دولتی است که مربوط به وزارت طبعا بازه افغانستان بوده. بله بدون شک مربوط وزارت محترم مالیه میشن و اداره که فعلا ساخته شدن در بنام اداره به خاطر شرکت های دولتی امارات اسلامی افغانستان، بدون شک اداره به کار خواهد کردن و تمام شرکت هایی که در حالت فلج قرار داشتن انشاءالله اینا همشان یکی پشت دیگه دوباره پس بازسازی و دوباره پس فعال خواهد شدن. ما پست هم مونده بودیم در صفحه فیسبوک صبح زندگی، بعض از هموطن های ما دیدگاه خانه شریک ساختند، حتما مشکلات هایی که اونا دیدن متوجه شدن. میشه که کامنت های دوستا رو به خانش بگیریم که دیدگاه شما رو میخوایم در موردش داشته باشیم. خالد آریان گفته سلام خدمت شما، آیا در این اداره همه روزمره و منظم از کارخانه های تولیدی و شرکت های تولیدی مواد خوراکی آرایشی و بهداشتی در سراسر کشور نظارت می نمایید یا خیر؟ خب بدون شک ما در بخش نظارت خود نه تنها در مرکز، فعلا در تمام ولایات تیم های نظارتی داریم، هم در بخش غذا و هم در بخش دوا. چون مرکز تعداد زیادی از کارخانه و شرکت ها در مرکز و در بزرگ شهرها قرار دارن، از این خاطر ما در شهرهای بزرگ که در 5 زون ما فعلا ریاست ها داریم، تشکیل و وسیع دارن، هم در بخش دوا هم در بخش محصولات سی مواد آرایشی و مواد غذایی همه روزه اونا نظارت میکنن. در مرکز در کابل ما بر هر بخش تیم مشخص داریم، یعنی همه روزه تیم مشخصی هستن که اونا میرن از شرکت ها نظارت میکنن، یک تیم مشخص از کارخانه تولیدی دوا نظارت میکنن و میرقم یک تیم مشخص از کارخانه تولیدی مواد غذایی نظارت میکنن، تیم مشخص هست از دواخانه نظارت میکنن، یک تیم مشخص هست که اونا میرن از دواخانه ای که در چوکات کلینیک ها و شفاخانه خصوصی فعالیت میکنن از این بخش نظارت میکنن، تیم مشخص داریم به خاطر طبابت سنتی است، به میرقم به خاطر مواد آرایشی، یعنی نظارت جدی هست از تمام از این بخش ها نظارت صورت میگیره. تماس هم داریم، هموطن ما روی خط است. بله سلام صبح بخیر، بخش صدای شماست. بفرمایید. علیکم سلام. دیر مننه، سلام بخیر، مهربانی. بفرمایید. مهربانی.
سوال شما متوجه برنامه ما در این بخش که ما امروز مهمان داریم، تماس بعدی را میگیریم. بله سلام، صبحتان بخیر. بله خب تماسشون قطع شد. شریف پور آقا گفته با حرمت، چی میشود که دواخانه هایی را که اسناد قانونی و مسلکی ندارند و دواهای بی کیفیت را که از بازارهای جهان وارد کشور میکنند مهار کرد؟ خب بدون شک در سالهای متمادی چون اینجا کنترل به شکل درست صورت نمیگرفت و بخش دوا و غذا هم در 20 سال گذشته صرف منحصر و محدود به شهر کابل بود. بله. در ولایت اصلا هیچ خبری از نظارت در این بخش صورت نگرفته بود. به این خاطر دواخانه خود سر به شکل بسیار بیروی ارزندام کرده بودند. تنها در سال گذشته ما نزدیک به 775 دواخانه ای که به شکل خود سر در کوچه و پس کوچه های کابل ایجاد شده بود ما تانستیم اونا را دریافت بکنیم، ما را لاک بکنیم. همیشه کلی پروسه در تمام ولایت فعلا جریان دارن، یعنی هر دواخانه ای که یا هر تاسیسی که جواز فعالیت نداشته باشن و یا هر تاسیسی که اونا دواهای را یا اقلامی را اونا عرضه بکنن که مضر به صحت هموطنان ما باشن، بدون شک باشن برخورد قانونی صورت میگیره. یک کامنت دیگه هم اومده اما خیلی طولانی و دور بدراز است. عبدالنصیر رشتیا گفت سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون. شما میدونید که دو نوع استانداردها در کل وجود دارد. اول استانداردهای تشویقی، دوم استانداردهای اجباری. استانداردهای تشویقی اگر تطبیق گردد خیلی خوب است و اگر تطبیق نشود آنقدر مهم نیست، اما استانداردهای اجباری خیلی ضروری است تا از طرف حکومت کنترل و تطبیق گردد. یک موضوع مهم است که ایده خواستن با شما شریک بشم، اما خیلی طولانی و وضاحت زیاد دادن، ما خواستم کوتاه‌تر پیام رشته‌ها صاحب پاسخ بدین. بدون شک قسمی که شما گفتین قسمی که یک تماس هم داریم، بعدن خیلی پاسخ رشته‌ها صاحب میتین. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام علیکم، صحت مخوب است جان شما؟ جان تشکر برادر عزیز، کی هستین؟ از شو تماس گرفتین؟ فرزین هستم از کارتشه با شما تماس شون در از دوشیست. بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. سلام خدمت شما، میمان گرامی تان بیاره. علیکم سلام. از میمان تان سوال هم کنید نمی نرخای دوا دمی کل در مکنون هم متفاوت هست. خیلی یک موضوعی مهم بفهمیم که همی قیمت دوا راست از در یا دوا خانک میری قیمت ها رو متفاوت میتا و دیگه نکدم سند بس میتا قبلا خو یه تو معمول بود که نقطه رو میبردیم. بله. یا قصر تا اگر میگفتیم که چی کنم و یادم خود نقطه برای قیمت نشنه که تاپا میگرد. بله. ولی کدام چی ندارم مثل که حالی یک دیگه موضوع بلما میست که در پیش دکترها که میری از 300 دلاتیونیوس هست تاپ و 50 آنگانی هم پیش دکترها هست. دیگه ما چطور بفهمیم که این همی کلت یک تانسوری شد و از مثل نرخ شروالی وار نفنامی شروالی واره اگر در مزار اما هم کم چی در نشته کنن یا اما پیش خونه که آدم بفهمد که چند هست هر چیزی که دلش هم نشت اما تو پیش دلاتر میگرم و اما تو ماینات تلویزیونی رو میدم در جای مشخص میدم. تشکر، موضوع خیلی مهم اشاره کردین جناب حجور صاحب، پاسخ خوبی را بر شما ارائه میکنم. خب یک چیزی که یک مسئله در بین مردم مروج به می شده که گویا دوا نرخ‌های متفاوت است، یک چیزی است که یک اصلی است که در تمام دنیا می رقم هستند. یعنی اگر مثل که پیشتر مرز کردم در 77 کارخانه تولید دوا که فعلا عملا در افغانستان فعالیت میکنن، اینا شاید همشان بتونن پرستامول تولید بکنن. نظر به معیار یا نظر به استاندارد هر کارخانه یا کمپانی که هستن بدون شک امکانات را که کیفیت بعضی پایین است بعضی بالاست، نه خیر، نه، نظر به معیاراتی که اونا دارن و نظر به موادی که اونا استفاده میکنن بدون شک یک چیز تفاوت در قیمت ها میباشن. یعنی در هیچ جای دنیا این معمول نیستن که مثلا در هیچ کشور شما نمیتونن پیدا بکنن که از ده کمپانی پرستامول در اونجا وجود داشته باشه و از هر ده کمپانی عین نرخ داشته باشن. یعنی در سطح جهان هم معمول نیست و بدون شک افغانستان فعلا هم تقریبا 75-80% دوای ما از بیرون از کشور آورده میشن و بیشتر برندهای مختلف هستن. بدون شک تفاوت ها را می داشته باشن، لیکن یک نکته ای که متاسفانه دواخانه دارا او را مراعت نمی کنن و بله. قیمت از سر دل خود اونا وضع می کنن بالای اقلام، یک چیزی است که بدون شک احساس شده و بخاطر از اینکه مسئله به شکل بنیادی حل شود بله. ما کار میکنیم، ما تلاش ازی هستیم که
اپلیکیشن های بسازیم و همچنان ما در تلاش ازی هستیم که بعد از این تمام دواهای چی آورده میشه چی تولید میشه با امید پیشرفته همشان باید نرخ به افغانی بالای بسته بندی اونا حک بکنن و انشالله بارکود بعد از این وضع میشن که هر هموطن ما میتونن با اسکن کردن از او از قیمتش خود مطمئن بشن. سپاسگزار هستم جناب دکتر صاحب جاوید تجیر سخنگوی معاونت غذا و ادویه عزیزی که دعوت ما را پذیرفتین در بخش صدای شما موفق باشید. شکر شما همچنان موفق باشید. سپاس از شما هموطنان عزیز که بیننده صبح زندگی هستین. در حال حاضر وقفه دوباره برمیگردیم. ادامه صبح زندگی با وسیله حبیبی همراه باشید.